السلام علیکم بیننده های عزیز گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. 26 اپریل اجلاس 77 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام اوید به تطبیق هدف های رشد استوار در موضوع برقرار سازی پس از بحران در اساس اصول از پیشتره هم خوبتر و همکاری های منطقوی در آسیا و اقیانوس آرام طریق ویدیو کنفرانسیا برگزار گردید. اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در کره اجلاسیه از جمله اوید به تأثیر ناگواری بیماری کرونا ویروس به اقتصادیات ملی و جهان یادآور شدند. گزارش همکاران ما. اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اجلاسیه 77 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام اوید به تطبیق هدفهای رشد استوار در موضوع برقرار سازی پس از بحران در اساس اصول از پیشتره هم خوبتر و همکاری های منطقوی در آسیا و اقیانوس آرام که در شکل مجازی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کردند. در کره اجلاسیه همچنین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ولکان بوسکیر، رئیس شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد منیر اکرم، کاتب اجرایی کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام ارمیدا علی شخبانو، پرزیدنت های افغانستان، آذربایجان، اندونزیا، کیریباتی، قرغیزستان، جزیره های مارشال، مغولستان، سروزیر های تایلند، توالو، بنگلادش، بوتان، کامبوجا، فیجی، پاکستان، شریلانکا، ازبکستان اشتراک و سخنرانی کردند. اجلاسیه 77 با مسئله های تحلیل تاثیر اجتماعی و اقتصادی بیماری سرایتی کرونا ویروس در کشورهای آسیا و اقیانوس آرام، نتیجه گیری تدبیرهای تا حال در این سمت اندیشیده شده، مهیا سازی تصمیم های سیاسی برای بازسازی بهتر بر اساس همکاری های منطقوی در چهار بخش حیاتی با هم پیوسته، گسترش همکاری های اجتماعی، سرمایه گذاری برای برقرارسازی استوار، تحکیم اتصال و زنجیره تأمینات و احیای روابط با طبیعت بخشیده شده بود. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، برگزاری چارابینی را با در نظر داشت تهدیدهای مؤثر و تاثیر بیماری کووید 19 که در اکثر کشورهای جهان هنوز هم ادامه دارد خیلی مهم و سری وقتی ارزیابی کردند. تاکید گردید که امروز در دنیا دولت و صحه نیست که از تاثیر بیماری کووید 19 امین مانده باشد. رشد اقتصادی، بودجه دولتی، گردش تجارت خارجی، قرب اسعار ملی و فعالیت کارخانه های صنعتی و مؤسسه های خدمت رسانی تمام کشورهای دنیا از تاثیر منفی بیماری سرایتی کووید 19 ضرر دیده ایستادند. همزمان با این بیماری سرایتی عاملی به طور بی‌سابقه بالا رفتن سطح بیکاری در مقیاس جهانی شده است که می تواند کشورهای مختلف را با مشکلات تامین امنیت آذوقواری دچار گرداند. سرور دولت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که شدت گرفتن بیماری کووید 19 در جهان ما را نیز وادار ساخت جهت پیشگیری از این بیماری، کاهش دادن ضرر اجتماعی و اقتصادی و دستگیری ساحه های حیاتن مهم جامعه چاره های مشخص از جمله بازنگری بودجه دولتی برای سال 2020، آماده کردن بیش از 30 بیمارخانه با 7000 کد و 5400 نفر طبیبان و کارمندان طبی، تشکیل 16000 کد در 92 مؤسسه تندرستی برای تبوبت پورا و سری وقتی شخصان گرفتار بیماری سرایتی کووید 19، جدا کردن مبلغ های ایلاوگی به ساحه تندرستی برای خریداری نمودن تجهیزات طبی و دارووری، بنیاد بیمارخانه های موقتی و دستگیری کارمندان طب را در کشور عملی سازیم. دستگیری بخش خصوصی با جاری کردن سبوکی های زیادی اندازی و قرضی و امتیاز و جبران پولی ها به صاحب کاران و کارخانه های خرد و میانه استحصالی، پرداخت کمک پولی های اجتماعی به گروه های آسیب پذیر اهالی در دوره بیماری کووید 19، تشکیل کردن زیاده از 193000 جای های کار دائمی و موسمی در این دوره برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی، در حجم 15% زیاد کردن نفقه، مزد مهنت کارمندان تشکیلات و مؤسسه های بودجتی بخصوص کارمندان صحه تندرستی و استیپندیه ها، 10% معاش کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتچان حربی، 50% نفقه معیوبانه که به نگاهوبین نیاز دارند و با مقصد حفظ امنیت آذوقواری کشور و بالا بردن حجم استحصال محصولات خودی، افزایش دادن مساحت 10000 هکتار میدان کشت اساسی و تکراری زراعت های کشاورزی از تدبیرهای دیگری مشخص و ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت می باشد.
سروری دولت تاکید کردند که با در نظر داشت سمت اجتماعی داشتن بودجه دولتی سال گذشته برای سوهای اجتماعی 48% قسمی خراجات بودجه جدا گردید. علاوه بر این جهت برطرف کردن پیامدهای بیماری کووید 19 حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تطبیق برنامه و لایحه های دخلدار همکاری سودمند را با شریکان رشد بخصوص با خزینه بین المللی اسعار، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر انستیتوت های بین المللی مالیوی گسترش بخشید. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با استفاده از فرصت به تمام کشورها و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و ساختارهای تخصصی آن، بخصوص سازمان جهانی تندرستی، شریکان رشد و نهادهای مالیوی بین المللی و منطقوی برای دستگیری تاجیکستان در دوره بیماری کووید 19 اظهار سپاس کردند. ضمن سخنرانی در اجلاس 77 اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام سروری دولت محترم امام علی رحمان تاکید کردند که در دوام سال 2020 صرف نظر از چاره‌های اندیشیده شده افزایش نهایی مجموع محصولات داخلی کشور ما در قیاس به سال 2019 3% کاهش یافت. سطح تورم در این دوره از 7.9% سال 2019 به 9.4% رسید. نرخ خوراکواری نیز در کشور ما به مثل تمایل بالاروی نرخ مواد خوراکی در سراسری جهان 13% بالا رفت. نرخ‌های محصولات غیر خوراکواری از اولی سال 5.8% و تعرفه‌های خدمت‌رسانی 4% افزایش یافتند. تأکید گردید که با وجود تدبیرهای اندیشیده حکومت اقتصاد جمهوری تاجیکستان هنوز هم زیر تاثیر منفی عاقبت‌های بیماری کووید 19 قرار دارد، هرچند که ابتدا از اول سال روان در قلمرو تاجیکستان حالت‌های سرعت‌شوی با بیماری کووید 19 به قید گرفته نشده است. از این لحاظ برقرارسازی اقتصادیات پس از دوره کووید 19، هوسمندگردانی تجارت خرد و میانه، دستگیری گروه‌های آسیب‌پذیری اهالی، تطبیق چاره‌های ضد اپیدمیولوژی، علل خصوص برنامه‌ای کنی از تمام کشورها از جمله کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام جلب ذخیره های ایلوگی مالیوی را طلب میکند. سروری دولت ضرور شمردند که در چنین وضعیت کشورهای منطقه ما در برابر توسعه حفظ اجتماعی اهالی با سرمایه گذاری جهت برقرارسازی استوار اقتصادیات، نگاه داشتن گردش مال و محصولات، تامین حمل و نقل به ممانعت مال های نیاز اولین درجه بخصوص مواد غذایی و دارواری، همچنین حفظ محیط زیست توجه خاصه ظاهر نمایند. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان وابسته به بیماری کووید 19 و دوره پس از آن با در نظر داشت تاثیر و پیامدهای طولانی کرونا ویروس در جهان از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام دعوت نمودند که همکاری منطقوی را در سمت‌های ذکر گردیده، اینچنین برای مقاومت به تهدید و بحران‌های احتمالی آینده تامین نمودن گوناگون سمتی اقتصادیات، گسترش روند رقمی کنونی، مطابق شوی با پیامدهای تغییرابی اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز تقویت بخشند، زیرا در این دوره حساس و مشکل برای تمام جامعه جهانی عملهای هماهنگ شده و دستگیری همدیگر بسا مهم و ضرور می باشد. بیننده‌های گرامی برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در شهر پنجاکت ولایت سوغ با اشتراک نمایندگان از اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا، مقامات سود و پراکراتورا و دیگر نهادهای حفظ حقوق دایر به پیشگیری از گراویدن بعض اشخاص به حزب و حرکت‌های تروریستی، اینچنین ریشه‌کن کردن کرپسیا در بین جامعه با فعالان و ساکنان شهر واخوری دایر گردید. گزارش فرهاد رحمت. برهماندن مبارزه قضیه با عملهای کروپسیونی و شامل گردیدن ساکنان به هر گونه حزب و حرکت های ارتجایی شرطی مهمی فراهم آوردن فضای همدیگر فهمی در جامعه و تحکیم اعتماد مردم نسبت به ساختار و مقامات دولتی می باشد. در همین زمینه در تالار کاخ لایق شرالی شهر پنجاکند ولایت سوغ با اشتراک نمایندگان از شعبه منتخبی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در وادی زرفشان ولایت سوغ مقامات سود و امنیتی شهر و دیگر نهادها با فعالان و ساکنان 14 جماعت دیهات و دانشجویان آموزگاران شهر واخوری دایر نمودند. با مقصد بلند برداشتن سویه دانشهای حقوقی مالیوی و اقتصادی صاحبکاران، رسانیدن کمک برای تهیه لایحه های تجارتی و دریافت راههای تطبیق آنها بخصوص به سوبیکتهای صاحبکاری نفتاسیز و جلب جوانان به فعالیت صاحبکاری، حکومت جمهوری تاجیکستان جهتی در شهر لایحه های مملکت تشکیل نمودن مرکزهای خدمت‌رسانی که در یک وقت وظیفه مرکز تعلیمی صاحبکاران را اجرا میکنند ضروری میاندیشد. همچنین اوید به پیشگیری گرویدن جوانان به حزب و حرکات های افراطی و بلند برداشتن دانش حقوقی و سطح معنوی این قشر جامعه
ابراز نظر کرده شد. تروریسم و افراطی‌گرایی امروز به خطری بزرگی گلوبالی تبدیل یافته، عاقبت‌های فاجعه‌بار در مدت جمعیتی و سیاسی و معنوی را به بار آورده است و این ظهورات به ثبات و امنیت کره زمین خوف و خطری بی‌نهایت زیاد دارد. با نظر داشتی واقعیت کنونی و با مقصد تامین امنیت استوار، جهت پیشگیری از خطرهای افزاینده تروریسم افراطی‌گرایی و دیگر تهدیدهای زمانی معاصر، جمهوری تاجیکستان برای تقویت همکاری‌های گسترده با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و کشورهای شریک برای اظهار آمادگی کرده است. تشبث‌های جمهوری تاجیکستان آید به حل مسائل امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و با گردش غیرقانونی مواد مخدر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جانب کل کشورهای جهان هم‌آوازی و دستگیری یافتند. نقش کشور ما در سمت مبارزه با این خطر زمان معاصر بی‌سابقه می‌باشد. استفاده مقصدناک زمین باعث می‌گردد که محصولات کشاورزی در بازارها با نرخ دسترس پیشنهاد کرده شود. در همین زمینه در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دیوشتچ ولایت سغد آموزگاران و خوانندگان در ساعت‌های بعد درسی زمین‌های نزد مکتبی را پرثمر و عاقلانه استفاده می‌نمایند. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتچ. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتچ جهت تامین مؤسسه‌های تعلیم و تربیتی در مرکز و جماعت‌های شهرک و دهات جای داشته شعبه معارف با محصولات کشاورزی و مستحکم گرداندن پایگاه‌های مواد تکنیکی آنها در اکثر مکتب‌ها و گیمنازی و کودکستان‌ها زمین‌های کشاورزی را همچون خواجگاه یارسان جدا نموده است. آموزگاران و محصلین ساعت‌های فارغ از درس آموزی و روزهای استراحت در این مزرعه‌ها فعالیت برده آن را پر محصول و عاقلانه استفاده می‌نمایند. حاصلی به دست آمده برابر تامین آشغال‌های مکتبی با مقصد کاهش دادن نرخ با بازارها انتقال داده می شود. از فایده صاف به دست آمده صنفخانه های علاوگی بنیاد و مؤسسه های تعلیمی تعمیر و ترمیم و کامپیوتر و دیگر واسطه های عیانی خریداری می گردند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دهه مجون که 1235 نفر خواننده دارد 0.7 هکتار زمین موجود است. خوانندگان و آموزگاران این مزرعه را علکه شدگار و مالک کرده بین قطارهای نهالان سیب و نوک پرورش کرده شون کارتوشکا و یونوچکا کشت نمودند. از حساب فایده صافی سالهای پیشین به دست آمده و کمک صاحبکاران و اهالی احسانکار دهه، آموزگاران 4 صنفخانه علاوه بنیاد کردند که امروز طالب علمان اساسهای علمی دوران صاحب استقلالی می‌آموزند. همزمان یک چاه عمودی کافته مورد استفاده قرار گرفته است که برابر آبیاری مزرعه های کشاورزی اهالی دهه را با آب نوشاکی تامین می‌سازد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 برای 803 نفر طالب علم زمین جدا کرده شده است که جامعه آموزگاران و خوانندگان کارتوشکا و سبزیجات کشت میکنند. محصلین و معلمان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 20 دهه زنسار مزرعه های یارسان را به باغ نهالان میوه صادراتی مبدل گردانده همساله حاصل فراوان و فایده زیاد به دست میآورند. گذشته از این در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم های 4 و 48 اینچنین 4 مؤسسه دیگری تحصیلات میانه عمومی ناحیه دیوشتچ با مبلغ گذاری شریکان رشد و برنامه آزوکاوری جهانی جهت استحصال سبزیجات تر و تازه در فصل زمستان و تامین ساکنان گرمخانه ها بنیاد شده ایستاده است. امروز در دهه هزار چشمه جماعت دهات مجون بنای چهارآشانه معاصر مؤسسه تحصیلات میانه رقم 5 خامد افراخته ایستاده است. انشاءات برای 640 نفر خواننده در یک بس ساخته شده، دارای تالار وسیع مجلس، آشخانه، ورزشگاه و تالار ورزشی و انفراستراکتورهای یارسان خواهد بود. با استفاده از همین سرچشمه های مبلغ گذاری در دهه های دلیان و فیض‌آباد مکتب های زمانوی در نزد 15 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 115 صنفخانه روشن و برهوا برای 2830 نفر خواننده و با اقدام صاحبکاران و اهالی احسانکار دهه های دلیان و نورآباد دو کودکستان خصوصی بنیاد شده ایستاده است که روزهای تجلیل از جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. در مجموع عین حال در نزد 15 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 2830 نفر خواننده ساختمان سینفونی علاوگی و بناهای مؤسسه تعلیمی برای مانده شده است. در از طرف دو صاحبکار محلی ساختمان کودکستان خصوصی برای مانده شده است که همه این ساختمان ها تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده سپرده خواهد شد. همزمان طبق طلبات نظامنامه 20 ساله رشد معارف و علم های دقیق و ریاضی در همه مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی کابینت های فن های شیمی و فیزیکا، ماتماتیک و بیولوژی و استرونومی و جغرافیا مکمل و مجهز گردانده شده ایستاده است. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتچ برای برنامه اخبار.
نمایش هنرهای مردمی و برگزاری تدبیرهای فرهنگی مشترک در ولایت پنز فدراسیای روسیه همساله تشکیل کرده می شود. امسال نیز در دایره همکاری های فرهنگی و تحکیم رابطه های دوستانه خلق و ملت ها از جانب جمعیت تاجیکان در ولایت پنز چورابینی با شکوه گذرانده شد. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. بیشتر از 2 دهه هموطنان ما با شیوه خاص و حس بلندی و تندرستی و افتخار از سایه استقلالی کشور انعنه‌ها و آیین‌های ملی و تاریخ و فرهنگ پرغنواتمون را با حضور نمایندگان سرشمار خلق و ملت‌های ولایت پنز فدراسیای روسیه معرفی می‌نمایند. به نمایش هنرهای مردمی و طعام‌های ملی هموطنان ما که ضمن برگزاری یک چورابینی فرهنگی در ولایت پنز به معرض گذاشته شد، اکثریت کل خلق و ملت‌های مسکون این منطقه فدراسیای روسیه توجه ظاهر کردند. محض به این وسیله آنها امکان پیدا می نمایند که در برابر تحکیم دوستی و روابط فرهنگی با عرف و عادت و رسم و آیین های یکدیگر از نزدیک شناس شوند. در ولایت پنز فدراسیای روسیه با مساعدت جمعیت تاجیکان تجلیل از جشن های ملی و دولتی بیش از هر وقت دیگر با شکوه صورت می گیرد. رئیس جمعیت تاجیکان ولایت پنز اولیم شروف برگزاری تدبیرهای فرهنگی را در این منطقه فدراسیای روسیه واسطه مهم در شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ ارزیابی نمودند. در ولایت پنز نمایندگان سرشماری خلق و ملت ها کار و زندگی میکنند که ما با آنها همکاری زیش داشته در تدبیرهای فرهنگی یکدیگر اشتراک می نماییم. به نمایش هنرهای مردمی ما خلق و ملت های دیگر توجه زیاد ظاهر میکنند و به تاریخ و فرهنگ بای و پر قنوات ما احترام دارند. تشکیل و براه ماندن نمایش هنرهای مردمی و پیش از همه رسم و مصوره های طبیعت زیبای کشور و منطقه های سیاحی برای جلب هرچی بیشتری نمایندگان خلق و ملت های دیگر با سیاحت و دیدن منظره های دلفریب کشور و یادگاری های بی‌نظیر تاریخی مساعدت خواهد کرد. جمعیت تاجیکان در ولایت پنز عزم دارند که در برابر احترام و ارزگذاری به ارزش های ملی، اینچنین در حفظ حقوق و منفعت های هموطنانمون تدبیرهای مهم و سری وقتی را عملی نمایند. ده نفر دانشجویانی که در مؤسسه های اولیه تعلیمی ولایت پنز تحصیل علم دارند، به واسطه با مسئولان جمعیت تاجیکان روابط زیچ همکاری داشته، در برگزاری چورابینی های گوناگون شرکت فعالانه دارند. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از ولایت پنز فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. سلامت باشید.